بینندگان عزیز، همون گونه که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، در این قسمت برنامه در خدمت جناب آقای علی شفیعی، روانشناس اجتماعی در آلمان هستیم. جناب شفیعی سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتتون. سلام به شما و بینندگان و شنوندگان گرامی شما. آقای شفیعی بازم خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. حتما همونطوری که بینندگان ما اطلاع دارن و یا به خاطر دارن، در مدتی پیش در خدمت شما به طور مفصل در رابطه با مسئله خشونت صحبت کردیم در چندین جلسه. شما این اواخر یه مجموعه مقالاتی در رابطه با روانشناسی اعتماد به نفس نوشتین و در سایت های اینترنتی و در سایت نشریه انقلاب اسلامی در هجرت چاپ شده. یه مسئله بسیار بسیار مهم میپرداختیم. بهتر از من میدونیم که شناخت ضعف ها و توانایی ها و تکیه به اون توانایی ها برای هر فردی و به خصوص برای هر جامعه ای خیلی خیلی مهمه. من مطمئنم که بینندگان عزیز ما به این مسئله وقوف دارم. من میخوام با اجازتون از اینجا شروع کنم که از اون جمله اولین بخش مقاله ای که نوشتین، شما میفرمایین که اگر نگویم همه ولی با اطمینان کامل میگویم غالب مشکلات و مصائبی که در جامعه امروز ایران وجود دارد، منشأ آنها در کمبود و گاه نبود اعتماد به نفس نزد ما ایرانیان است. خب ادعای خیلی جالبی است. میخواستم خواهش کنم که توضیح بدین که منظورتون چیست از این جمله به این قوی. بله، عرض به حضور شما، تحقیقات متفاوتی در جوامع مختلف صورت گرفته و در دنبال این مطلب بودن که بفهمم منشأ این نابسامانی های اجتماعی و یا ناهنجاری های اجتماعی به خصوص نزد جوانان در کجا است؟ چه چیز باعث شده که برای مثال اصطلاح مقدار یا اون تعداد ادیات و جون ها بیشتر میشه، اعتیاد مواد مخدر و یا الکل بیشتر میشه، مثل عدم موفقیت در مدارس، در دبیرستان ها و دانشگاه ها از چیه؟ و به اصطلاح تمام این معضلاتی که به خصوص نسل جوان باش دست به گریبان هست، این عامل اصلی اینها چیه؟ بعد به این نتیجه میرسن که اعتماد به نفس موقعی که به خصوص نسل جوانان یک جامعه کم بشه، این عوارض به وجود میاد. یعنی کسی که اعتماد به نفس نداره به اصطلاح دست به خشونت میزنه، کسی که اعتماد به نفس نداره میره به طرف اعتیاد و معتاد میشه و بقیه مسائل. در حقیقت به این نتیجه بسیار مهم رسیدن که منشأ و اساس هر گونه رشد اعتماد به نفس. یعنی شما اگر اعتماد به نفس نداشته باشید، چه از نظر فردی و چه از نظر اجتماعی، امکان نداره که بتونید رشد بکنید. این مسئله بسیار مهمه. حالا در روانشناسی در اوایل دهه 80 مسیحی که میشه همون 60 ایرانی، یک محققی بود که رفت و تحقیق کرد کدام یک از این روش های متداول در روان درمانی ها اثرش بیشتره، کدام یکی ها بیشتر میتونه بیماران ها شفا بده کنه. بعد به این نتیجه رسید که اون به اصطلاح روش های درمانی که نقطه ثقل کار خودشون روی اعتماد به نفس میگذارن و تلاش میکنن که این اینایی که مشکل روانی دارن اعتماد به نفسشون بیشتر بشه، اینها موفق تر هستن. بعد به این نتیجه بسیار کلی و مهم رسید که منشأ تمامی این بیماری های روانی در کمبود اعتماد به نفس خوابیده، یعنی وجود داره.
برای مثال کسردگی یا افسردگی، دپرسیون، انواع ترس ها، وسواس های گوناگونی که وجود داره، به اصطلاح اختلال در یادگیری ها، مشکلاتی که در زناشویی ها به وجود میاد، همه اینها منشأ اصلیش از نبودن اعتماد به نفس. نه؟ کسی که اعتماد به نفس نداره، این با خودش مشکل میاد، این زندگیش پر از اشکال مشکلاته. بعد من خودم در به اصطلاح الان حدود 16 سال است که به کار عملی درمان روان میپردازم، به این نتیجه رسیدم که اگر که من سعی کنم اعتماد به نفس را در بیماران خودم زیاد کنم، یعنی روی این نقطه بیشتر برم کار بکنم و اینها به همون اندازه‌ای که اعتماد به نفس پیدا میکنن سالمتر میشن، بهتر میشن، روز به روز حالشون بهتر میشه. در حقیقت اون نتیجه کلی که خود همون مثلا جیمز دیوید فرانک بود، بله اسمش هم جیمز دیوید فرانک، به رسید گفت که روان درمانگران باید روح مبارزه و استقامت را در بیماران خودشون ببرن بالا، باید بیمارانشون به خودشون اعتماد پیدا کنن، به توانایی های خودشون اعتماد پیدا کنن و از همه مهمتر به وجود خودشون، به شخصیت خودشون، برای شخصیت خودشون اهمیت قائل بشن. اینها باعث میشه که به اصطلاح رشد کنن، اون از اون بیماری رها بشن و بتونن به اصطلاح یک زندگی عادی و یک زندگی جالبی رو ادامه بدن. آقای شفیع، از نظر روانشناسی منظورتون از اعتماد به نفس چیست؟ ببینید، اعتماد به نفس، خب لغت اصطلاح همه میشناسن، در زبان فارسی مناعت طبع معنی کردن، باور به خود معنی کردن، و ولی ما اگر خواستیم که ببینیم یک انسان این چقدر اعتماد به نفس داره، از روی پندارها و کردارها و گفتارهاش شما میتونید اینو تشخیص بدید. نظر به تحقیقات متفاوتی که صورت گرفته در همه جای جهان این نشون میده که کسانی که اعتماد به نفس قوی دارن آدمهایی هستن که در ابعاد مختلف زندگی خودشون موفق هست، چه از نظر شغل، چه از نظر زناشویی، چه از نظر روابط اجتماعی، روابط اجتماعیشون فوق‌العاده صلح‌آمیز و گرم و دوست داشتنی است، نه دعوا و نزاع و بدبینی و کینه و این به اصطلاح این از اون اعتماد به نفس میاد. بعد آدمایی هستن که فوق‌العاده خوشبختن و دائما شادن، از شما از طریق این شادیشون میتونید بفهمید. و شجاع و نترس هستن، به اصطلاح از ریسک کردن نمی ترسن، یا به قول آقای بنیس از ابتلا اصلا نمی ترسن، پر از امید هستن. آدم هایی هستن که یأس و ترس اصلا در وجودشون وجود نداره، به خاطر همین هم هستن که مدام شادن. حالا برعکس، آدم هایی که اعتماد به نفس ندارن، اینها نسبت به همه چیز و همه کس بدبین هستن، بیشتر از همه نسبت به خودشون بدبین هستن، نسبت به توانایی های خودشون بدبین هستن. آدم هایی هستن فوق‌العاده ترسو، از همه چیز میترسن، فوق‌العاده ناامید، و این زمان چه گذشته، چه حال و چه آینده در نظرشون سیاهه، هم گذشته رو تباها بی خود میدونن، هم حال خودشون رو تباه و هم آینده را. به خاطر همین بینش هم هست که دپرسیو میشن، به اصطلاح افسردگی و ترس بهشون دست میده. این به اصطلاح تفاوتیه، یعنی شما در هر انسانی، شما هر کجا که یک انسان موفق و پیروز را دیدید
بدون که این اعتماد به نفس داره. از نظر سیاسی هم همین. من به این مسئله توجه کردم. کسانی که آزادی خواه و مستقل هستند و میمونن روی اون آزادی استقلال، اینها کسانی هستن که اعتماد به نفس دارن. یعنی اگر اعتماد به نفس نداشته باشید یه ملت نمیتونه برای خودش مردم سالاری درست کنه. مردم سالاری نیاز به شجاعت داره، نیاز به نمجدن به استبداد و جباران داره. بدون این امکان نیست. باید کسی اول از همه به توانایی های خودش استه به اصطلاح اعتماد کنه، باورمند باشه و بگه که من به این میرسم. در تحقیقاتی که صورت گرفته، یعنی وقتی که میخوان تحقیق بکنم، من اینا رو زیاد مطالعه کردم از روانشناسای مختلفی که ببینم با چه وسائلی اینها اعتماد به نفس را نزد انسان ها اندازه گیری میکنه. یعنی میفهمن این چه اندازه اعتماد به نفس داره یا نداره. این کار انسان با خودش کم بکنه، هر کدام از ما با خودمونم میتونه. یکی در زمینه نظریه، از زمینه بینش فکر کردنه، و یکی در زمینه عملیه. در زمینه نظری به این صورته که بنده و یا شما چقدر خودمون رو میشناسیم، چقدر به علایق و توانایی های خودمون شناخت داریم. مثلا خودشناسی، من یه مقاله به طور کل راجع به خودشناسی دقیق نوشتم چون فوق‌العاده اهمیت. بله. بعد به اصطلاح خودشناسی اینه که ما به خودمون چقدر اهمیت میدیم، چقدر ما به اصطلاح آدم خودمون رو مهم میدونیم، خودمون رو به اصطلاح مؤثر میدونیم در زندگی خودمون و در زندگی اجتماعی خودمون. اخیراً یه مطلبی میخونم بسیار جالب که شنیدنش برای هموطن من بسیار با اهمیته. یه خانومی این کتابی نوشته، یه کتاب بیوگرافی به اصطلاح زندگی نامه از خودش، و اسم کتابش هم هست امید. بعد با ایشون مصاحبه، این کتاب خیلی سر صدا کرده و به اصطلاح طوری شده که به خصوص به یک مطلعه علمی روانشناسی با ایشون مصاحبه کرده و میگه که ازش سوال میکنه شما موقعی هم که 12 سالت بوده، 12 سال خوب توجه کنید، نشستی راجع به خودت یه دونه زندگی نامه نوشتی، چطور یه بچه ای که 12 سالش زندگی نامه مینویسه؟ میگه بله، خب مدت زیادی نبود و همه این زندگی نامه وقتی من امروز میخونم میمونم راجع به خانواده این بوده و اونایی که باشون سر کار داشتم، پدر و مادر و خواهر و اقوام و همه. ولی وقتی که الان نگاه میکنم میبینم که آها، من به وجود خودم اهمیت میدادم، من برای خودم اهمیت قائل بودم که نشستم راجع به خودم فکر کردم، راجع به زندگی خودم فکر کردم. این اعتماد به نفس این قسمتش خیلی مهمه. بعد اون بخش عملی 3 مرحله داره. یکی مرحله خود شدنه. خود یه اصطلاحی که در روانشناسی برای اولین بار یک نفر به نام تحقق خیش وارد روانشناسی شد. تحقق خیش به این صورت که شما به عنوان یک جوان چه آمال و آرزوهایی داری، چه آرزوهایی برای خودت، چه کاره میخوای بشی، چه رسلا میخوای یک ورزشکار قوی بشی، هنرمند بشی، دانشمند بشی، سیاسی بشی، چه آرزویی داری و بروی به دنبال تحقق این آرزوهای خودت. این به اصطلاح خود شدن، بعد که خودت بشی، اون چیزی که میخوایی بشی. دوم خودماندن. خودماندن یعنی این که هر کاری که شما دست بزنی به شروع کنی این مشکلات داره، این موانع زیاد داره، این سختی داره، باید محکم به ایستی یا استقامت کنی. پایدار و ثبات قدم این یعنی خودماندن. دست از اون مقاصد و هدفها و آمال آرزوها که داری برنداری، بمونی محکم در زمینه. اگر خواستی که جامعه مردم سالار باشه، پافشاری کن روی این مسئله، بمون تا این جامعه بالاخره بعد 100 سال مبارزه
به مردم سالاری برسن. این که خود ماندن در اثر خود به اصطلاح خود شدن و خود ماندن، هر انسان یک هویت ثابت و پایدار برای خودش پیدا و برجسته، بستگی به مقدار اون تلاشی است که ما میکنیم و مقداری است که دارای یک هویت ثابت میشه، یک هویتی که به اصطلاح همه کس ما رو میشناسه. مصدق یک هویت ثابت داره، یه هویت چون تا آخر عمرش ایستاده سر اون به اصطلاح خودش مونده. بنی صدر امروز یک هویت ثابت و برجسته داره، تمام دنیا هست. و این هر کدام از ما به اندازه اون مقدار که تلاش میکنیم، کوشش میکنیم در رسیدن به همون هدف هم یک هویت ثابت پیدا میکنیم. به قول حافظ یه جمله شعر قشنگی داره، میگه عقل هر کس به قدر همت خودست. بسیار مسئله بسیار طالبیه. جناب شفیعی جان، اول یه سوالی بکنم. در این فرایند خود شدن و خود ماندن و هویت پیدا کردن و تکیه شما بر این مسئله شناخت توانایی‌های خود، آیا شناخت ضعف‌هامون هم هست در این فرایند؟ بزنین سوالم رو اینطوری بیشتر چیز کنم. بیشتر ما ایرونی ها، شاید کشورهای مردم کشورهای دیگه هم هستن ولی من در مورد خودمو بگم، بیشتر از اون که ضعف هامون رو بشناسیم توانایی هامون رو نمیشناسیم و به جای اونها یک سری توانایی های نداشته رو، خود ساخته رو بزرگ میکنیم برای خودمون، باهاش زندگی میکنیم. من سوالم این است که به حال در این فرایند خود شدن و خود ماندن هم باید توانایی های واقعی تو بشناسین هم ضعفات رو، درسته؟ ببینید این برخورد به نقاط ضعف و یا نقاط قوت در هر انسانی یا توانایی ها و ناتوانایی هایی که هر انسان داره، این بستگی به اعتماد به نفسی داره که هر انسانی داره. یعنی اگر که شما اعتماد به نفس قوی داشته باشید، به تلاش میکنید نقاط ضعف خودتون را به نقاط قوت تبدیل کنید و به نسبت خودتون آگاهی دارید. نه؟ و در صورتی که اگر کسی اعتماد به نفس ضعیفی داشته باشد، این نقاط ضعف را بزرگ میکنه، به اندازه بزرگ میکنه که یک حالت فلج به خودش دست میده، نمیتونه اصلا هیچ کاری بکنه چون تمامش به اصطلاح نقاط ضعفه. این اهمیت فوق العاده زیادی داره. جناب شفیعی ببخشید، از اونجایی که وقت ما رو به پایان است، متاسفانه من یه سوالی دیگه داشتم از شما که با توجه به این واقعیت که هموطنان ما و خصوص جوانان ما در زیر یوغ یک همچین استبداد وحشی زندگی میکنن، چه صحبتی با اونا میتونیم بکنیم؟ متاسفانه وقت ما اجازه نمیده، انشاءالله در یه فرصت دیگه. اما از اون مهمتر میخواستم از شما خواهش کنم و وقت بگیرم که در یه فرصت دیگه یه هرچی زودتر به این مسئله بپردازیم که اصلا این اعتماد به نفس ریشش کجاست، چگونه پدید میاد، چه عواملی در اون مؤثرن و بیشتر از اون اینکه خب چگونه میشود این اعتماد به نفس رو دقیقا شناسایی کرد، تقویتش کرد، نقاط ضعفش رو برطرف کرد. من با اجازتون در یه فرصت دیگه هرچه زودتر در خدمتتون خواهم بود و مزاحمتون میشیم که به این مسائل خیلی مهم بپردازیم. خیلی سپاسگزارم وقتی که به ما دادید.